اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش تقویتی کنکوری گرامر درس اول زبان انگلیسی پایه یازدهم پشتکار داشته باشید امیدوار باشید و هوشمندانه کار کنید بنده ابوذر حسنوند اموزاده هستم دبیر زبان انگلیسی و با گرامر درس اول زبان پایه یازدهم در خدمت شما خوبان هستیم گرامر درس اول دگمه کنترل رو نگه میدارید روی می میزنید علامت لیزر فعال میشه اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش این تکنیکی که بهتون گفتم در نرم افزار پاورپوینت قابل اجرا هست اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش از نظر اینکه آیا اسم ها را می توان شمرد یا نه اسامی به دو دسته قابل شمارش و غیر قابل شمارش تقسیم می شوند پس دوستان توجه کنید که اسم ها رو از نظر شمردن به دو دسته قابل شمارش و غیر قابل شمارش تقسیم می کنند یک اسم های قابل شمارش countable nouns nouns یعنی اسامی اسم ها countable یعنی قابل شمارش count یعنی شمردن countable قابل شمارش اسم های قابل شمارش اسم هایی هستند که بتوان آنها را شمارش کرد دوستان دقت کنید اون اسمایی رو که میتونیم بشماریم بهشون میگن اسامی قابل شمارش این اسم ها میتوانند به دو صورت مفرد و جمع باشند پس اسامی قابل شمارش به دو دسته مفرد و جمع تقسیم میشن قبل از اسم های قابل شمارش می توان از اعداد برای شمارش آنها استفاده کرد. مثلا اسم کتاب. ما می توانیم بگوییم یک کتاب دو کتاب. دقت کنید دوستان قبل از اسامی قابل شمارش می از اعداد استفاده کنیم برای اینکه اونا رو بشماریم. مثلا کتاب رو مثال زده می توانیم بگیم یک کتاب دو کتاب سه کتاب و غیره. نکته بسیار مهم اسم مفرد قابل شمارش هیچ وقت به صورت تنها در جمله آورده نمی شود و حتما باید قبل از آن تعیین کننده هایی مثل ای، ان، the صفات ملکی و غیره استفاده شود دوستان دقت کنید که اسم مفرد قابل شمارش هیچ وقت به تنهایی در جمله استفاده نمیشه باید حتما قبل از اون از یه سری تعیین کننده مثل A, and they, صفات ملکی و غیره استفاده کنیم I have a book I have a book کنترل رو نگه میدارید روی پی میزنید میتونید بنویسید توی پاورپوینت I have a book ببینید اینجا book اسم مفرد قابل شمارش است قبل از اون ا اومده تعیین کننده ا من دارم یک کتاب من یک کتاب دارم not I have book میتونیم بگیم I have books ولی نمیتونیم بگیم I have book باید بگیم I have a book مورد دوم اسمهای های غیر قابل شمارش uncountable nouns Nouns یعنی اسم ها uncountable یعنی غیر قابل شمارش اسم های غیر قابل شمارش اسم هایی هستند که قابل شمارش نیستند و نمیتوان آنها را شمرد در نتیجه این گونه اسم ها به صورت مفرد دیده می شوند و حالت جمع ندارند دقت کنید دوستان این اسم ها مفرد یعنی به صورت مفرد دیده میشن حالت جمع هم ندارند پس اسم های غیر قابل شمارش رو نمی توان جمع بست. انگلیسی ها برای اندازگیری اسم های غیر قابل شمارش از واحدها و اندازگیری استفاده می کنند که این واحدها قابل شمارش هستند و قبل از اسم های غیر قابل شمارش آورده می شوند تا مفاهیم را انتقال بدهند. مثلا چیز چیز به معنی پنیر که غیر قابل شمارش می باشد برای آن از واحد کیلوگرم استفاده می شود مثلا می گوییم یک کیلو یا دو کیلو پنیر می خواهیم که انگلیسی آن به صورت زیر خواهد بود I want یعنی می خواهم کیلو one kilo of that cheese یک کیلو از اون پنیر کیلو واحد شمارشه one kilo یعنی یک کیلوگرم that cheese آن پنیر پنیر اسم غیرقابل شمارش است I want two kilos of that cheese من دو کیلوگرم از آن پنیر میخواهم خواهم. kilos of that cheese. دقت کنید دوستان خود این اسامی به صورت مفرد دیده میشن حالت جمع ندارن ولی اون واحدهای قابل شمارشی که قبل از اونو میان اونا رو میتونیم جمع ببندین One kilo, two kilos. توجه مهم. واحد های اندازگیری که قبل از اسم غیر قابل شمارش به کار می روند جمع بسته می شوند نه اسم غیر قابل شمارش اینجا رو هم دقت کنید ببینید دوستان خود واحد ها رو ما خود واحد ها رو ما جمع می بندیم. اینجا 1 کیلو بوده اینجا شده 2 کیلوز بعد همونطور که می بینید اینجا چیز اسم غیر قابل شمارش هست که به صورت مفرد باقی مونده اونجا که باید مفرد استفاده می شد اینجا هم همون جوری مفرد استفاده شده تعدادی از واحد هایی که برای شمارش اسم های غیر قابل شمارش استفاده می شوند عبارتند از دقت کنید دوستان واحد شمارش معنی حتما باید این واحد با شمارش رو حفظ کنید a loaf of a loaf of یه قرص a loaf of bread یه قرص نان a cup of a cup of یک فنجان a cup of tea یک فنجان چای a carton of a carton of یک کارتون از حالا هر چیزی a slice of a slice of a slice of پیتزا یک برش یک تکه jar of, jar of, یک شیشه از اجار of جم یک شیشه مربا یک قالب صابون یک شمش یک قالب یک بطری از اباتل water ووتر wat, یک بطری آب a piece of a piece of یک تکه از a piece of cake یه تکه کیک a bag of a bag of rice یک کیسه برنج a glass of a glass of juice یک لیوان از آب میوه a tube of a tube of یک لوله از a bowl of a bowl of soup یک کاسه از سوپ a kilo of a kilo of یک کیلو از a drop of a drop of یک قطره از a pack a packet of یک بسته از a sheet of a sheet of یک برگه از a can of a can of یک قوطی a box of a box of یک جعبه از a bottle of water یک بطری آب یا 3 bottles of water سه بطری آب دقت کنید دوستان اسم مفرد غیر قابل شمارش بدون تغییر باقی مونده اون واحدی که برای شمارش استفاده شده اون تغییر کرده اینجا a bottle of بوده اینجا three bottles of اینجا جمع بسته شده نکته باید به این مسئله هم اشاره کنیم چون زبان فارسی و انگلیسی دو زبان متفاوت هستند این احتمال وجود دارد که اسمی در زبان فارسی قابل شمارش باشد اما در زبان انگلیسی غیر قابل شمارش محسوب گردد پس یک سری اسامی هستند چون زبان فارسی و انگلیسی با هم متفاوت هستند احتمالش هست که یه اسمی در زبان فارسی قابل شمارش باشه اما در زبان انگلیسی غیر قابل شمارش باشه تقسیم بندی اسمهای غیر قابل شمارش یک اسمهای انتظایی که به طور فیزیکی قابل لمس کردن نیستند کلمه غیر قابل شمارش به من به همراه معنی سانشاین سانشاین نور خورشید ادوایس ادوایس اینجا باید سی باشه ادوایس یعنی نصیحت کردن ادوایس نصیحت پند اندرس دینجر دینجر به معنی خطر پین پین به معنی درد هیلث هیلث سلامتی ادوکیشن education آموزش تحصیلات help help کمک کلمه غیر قابل شمارش happiness خوشبختی knowledge دانش love عشق fear ترس music موسیقی experience تجربه patience صبر شکیبایی interest علاقه space فضا notice توجه پاور نیرو لاک شانس بخت اقبال آنستی هانستی نه آنستی صداقت مانی به معنی پول دو اسم هایی که برای تشکیل آنها چند مواد چند مواد ترکیب شده تا آن اسم به وجود آید سوپ سوپ سوپ, سوپ، سمنت سمنت، سیمان، برد، نان، پیپر، کاغذ، چیز، پنیر، کیک، کیک، ایر، هوا، شگر، شکر، وکابیولری، لغت سه اسم زبان ها جرمن، آلمانی، فرنچ، فرانسوی، ایتالین، ایتالیایی، انگلیش، انگلیسی، جاپنیز، ژاپنی، ایتالین، ایتالیایی دوستان دقت کنید که اسامی زبان ها در زبان انگلیسی در همه جا با حروف بزرگ نوشته میشن قوانین مربوط به کپیتالایزیشن یا بزرگ نویسی هست خب چهارمین گروه اسمهایی که به ظاهر اسم جمع هستند ولی در واقع اسم های غیر قابل شمارش می باشند نیوز ببینید خبر اخبار ظاهرش اسم جمع داره ولی مفرد فیزیکس علم فیزیک ماثماتیکس ریاضیات ببینید آخرشون اسم جمع داره به ظاهر اسم جمع هستند ولی در واقع اسم غیر قابل شمارش هستند پنج مایعات و نیمه جامدات و گازها میت گوشت اینجا جامده water یا وادر آب جم مربا سودا نوشابه توست پیست خمیر دندان نیمه جامده بادر کره چیز پنیر میلک شیر مایع است بلاد خون کافی قهوه آیس یخ گلد طلا چاکلت شکلات ایر هوا آیرن, آیرن، آهن آکسیجن اکسیژن سموک دود ستیم بخار وود چوب تی چای اویل روغن پس مایعات و نیمه جامدات و گازها شش ورزش ها و سرگرمی ها مثل رسلینگ کشتی شاپینگ خرید باسکتبال بسکتبال فیشینگ ماهیگیری سویمینگ شنا تنیس تنیس روی میز تنیس تنیس هفتمین گروه ذرات و دانه ها سنو یعنی برف سند شن سالت نمک فلاور آرد داست گرد و خاک هر موی سر شگر شکر چاک گچ رایس برنج هشتمین مورد اسامی که به یک مجموعه واحد کل اشاره دارند مثل کلودینگ پوشاک ترانسپورتیشن حمل و نقل اکویپمنت تجهیزات هوم تکلیف جولری، جواهرات، بگج وسایل سفر، فرنیچر، مبلمان منزل، مشینری، ماشینالات، فروت، میوه نه اسامی رشته های تحصیلی و عناوین درس ها کمیستری، کمیستری، شیمی، ماتماتیکس، ریاضیات، جیوگرافی، جغرافی، هیستری، تاریخ، بیولوژی، زیست شناسی، آرت، هنر پس اسامی رشته های تحصیلی و عناوین درس ها دهمین ده مورد پدیده های طبیعی مثل weather آب و هوا سانشاین، نور خورشید cold سرما fog مه هیت گرما حرارت snow برف storm طوفان رین باران thunder تندر رعد و برق fire آتش لایت نور wind باد نکته مهم از آنجایی که اسم های غیر قابل شمارش حالت جمع ندارند و همیشه همچون اسم مفرد در نظر گرفته می شوند فعلهایی که با آنها به کار می روند باید به صورت مفرد باشند There is a lot of news about the car accident There is ببینید اینجا فعل is به کار رفته چون news مفرد. اینجا is فعل مفرد باید باش بیاد در مورد تصادف ماشین خبرهای زیادی وجود دارد not there are a lot of news about the car accident اینجا there is باید بیاد چون نیوز علا رقم این که ظاهرش جمعه ولی اسم مفرد خبر اخبار there is یعنی وجود دارد a lot of news خبرهای زیادی about در مورد the car accident تصادف ماشین تعیین کننده های کمیتی که قبل از اسم جمع قابل شمارش قرار می گیرند دقت کنید دوستان قبل از اسامی جمع قابل شمارش این تعیین کننده ها استفاده می شند. lots of, a lot of, plenty of, several, many, some, a few و few اینا قبل از اسم جمع قابل شمارش قرار می گیرند نکته این تعیین کننده ها باید حتما قبل از اسم جمع قابل شمارش باشند نه تعین کننده های کمیتی که قبل از اسم غیر قابل شمارش قرار می گیرند lots of lots of ببینید هر دو هم قبل از اسامی جمع قابل شمارش هم قبل از اسامی غیر قابل شمارش a lot of plenty of این سه تا مشترکن several بالا several اینجا میشه much many much some مشترک a little به جای a few few و لیدل پس ال و لیتل تفاوت ها رو از همینجا میتونید ببینید افیو و فیو قبل از اسم جمع قابل شمارش میان ال و لیتل قبل از اسم غیر قابل شمارش تعیین کننده های کمیتی مشترک برخی از تعیین کننده هایی که قبل از اسم های جمع قابل شمارش و اسم های غیر قابل شمارش مشترک هستند که عبارتند از گفتیم lots of a lot of plenty of و some اینا مشترکن هم قبل از اسامی جمع قابل شمارش میان هم قبل از اسم غیر قابل شمارش کاربرد lots of a lot of و plenty of این سه تعیین کننده هم قبل از اسمهای جمع قابل شمارش مورد استفاده قرار می گیرند و هم قبل از اسمهای غیر قابل شمارش اگر قبل از اسم های جمع قابل شمارش مورد استفاده قرار بگیرند تعداد زیاد را نشان میدهند و اگر قبل از اسم های غیر قابل شمارش بیایند مقدار زیاد آن اسم را مشخص می کنند پس قبل از اسامی جمع قابل شمارش بیان تعداد زیاد قبل از اسم های غیر قابل شمارش بیان مقدار زیاد اون اسم رو مشخص می کنند علی has a lot of problems in math ببینید problems اسم جمع قابل شمارش a lot of قبل از اسم جمع قابل شمارش اومده علی دارد مشکلات خیلی زیادی در ریاضی math یعنی ریاضی problems مشکلات I bought lots of books for my brother ببینید اینجا اسم جمع قابل شمارش هست قبل از اسم جمع قابل شمارش اومده I bought من خریدم lots of books کتاب های خیلی زیادی را for my brother برای برادرم Last month, ماه گذشته he spent او خرج کرد lots of money پول خیلی زیادی رو ببینید اینجا مانی اسم غیر قابل شمارش هست These days این روزها رامان رامان is very busy خیلی سر شلوغه and he doesn't have a lot of time to exercise و وقت خیلی زیادی برای ورزش کردن نداره تایم باز اسم غیر قابل شمارش است. a of قبل از اسم غیر قابل شمارش هم میاد کاربرد منی می تواند در جملات مثبت، سوالی و منفی قبل از اسم جمع قابل شمارش مورد استفاده قرار بگیرد. نکته خیلی مهم قبل از اسامی سال، ماه، هفته و روز و عباراتی که به زمان مربوط می شوند به جای a lot of و lots of فقط از many استفاده می شود. پس قبل از اسامی سال ماه، هفته و روز و عباراتی که به زمان مربوط می شوند فقط از many استفاده می کنیم. They have been to England many years ago. آنها خیلی وقت پیش بودند در انگلستان. Many years ago. خیلی سال پیش. Not they have been to England a lot of years ago. به جای lot of و lots of از many استفاده می کنیم not یعنی این جمله اشتباهه نباید بگیم کاربرد much به معنای مقدار زیاد می باشد و تنها قبل از اسمهای غیر قابل شمارش مورد استفاده قرار می گیرد نکته خیلی مهم much بیشتر در جملات منفی و سوالی مورد استفاده قرار می گیرد I didn't have much money to buy a present for my mother من پول زیادی برای خرید کادو a present یک کادو For my mother برای مادرم didn't have نداشتم دقت کنید جمله منفیه از ماچ استفاده کردیم بیشتر در جملات منفی و سوالی استفاده میشه مانی غیر قابل شمارش است قبلش ماچ اومده She usually doesn't spend much time to go to the, to the, to the gym میگه او معمولا زیاد برای رفتن به باشگاه to go to the gym برای رفتن به باشگاه doesn't spend وقت نمیگذارد نکته در جمله مثبت به جای آوردن ماچ از a lot of یا lots of استفاده می شود My brother usually drinks a lot of coffee at night میگه برادرم معمولا usually معمولا drinks می خورد می نوشد a lot of coffee قهوه زیادی at night در شب Not my brother usually drinks much coffee a lot of coffee at night چون جمله مثبته به جای ماچ از of یا لاتساف باید استفاده کنیم دوستان عزیزی که تا اینجای ویدیو رو دیدید جاتون اینجاست ازتون درخواست میکنم که با زدن دکمه لایک به ما در رشد و انتشار ویدیوهای از این قبیل کمک کنید اگر این ویدیو رو پسندیدید یک کامنت به انگلیسی بذارید و ویدیو رو با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید خیلی خیلی ممنونم که با ما همراه هستید ادامه میدیم گرامر درس اول زبان انگلیسی پایه 11 هم. اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش کاربرد سام به معنی تعدادی قبل از اسامی جمع قابل شمارش و به معنی مقداری قبل از اسامی غیر قابل شمارش به کار برده می شود گفتیم که سام هم قبل از اسامی جمع قابل شمارش میاد هم قبل از اسامی غیر قابل شمارش اگه قبل از اسامی جمع قابل شمارش بیاد به معنی تعدادی هست اگه قبل از اسامی غیر قابل شمارش بیاد به معنی مقداری استفاده میشه از سام اکثرا در جملات مثبت استفاده میکنیم There is some milk in the bottle ببینید اینجا milk و سام سام قبل از milk اومده که اسم غیر قابل شمارش هست میگه وجود دارد some milk کمی شیر in the bottle در بطری i have some pens in my bag من دارم مقداری یا تعدادی some تعدادی pens خودکار in my bag در کیفم قبل از اسامی جمع قابل شمارش نکته خیلی مهم اما برای درخواست و پیشنهاد از some در جملات سوالی هم بهره میگیریم would you like some milk آیا کمی شیر میل دارید؟ Would you like? آیا میل دارید some milk؟ کمی شیر. پس اینجا چون درخواست و پیشنهاد هستش از some در جملات سوالی هم استفاده کردیم. کاربرد a few و few هر دو قبل از اسم جمع قابل شمارش استفاده می شوند در جملاتی که در آن از FU استفاده می شود مفهوم مثبت را می رساند به معنای تعداد کم در حدی که کافی باشد و برعکس در جملاتی که در آنها قبل از اسم قبل اسم از فیو استفاده بشود جمله منفی می شود به معنای تعداد خیلی خیلی کم در حدی که کافی نباشد و در حد صفر می باشد There are a few students in the class تعداد وجود دارد هستند تعداد کمی دانش آموز in the class در کلاس سر کلاس there are enough people to hold the class برای تشکیل کلاس کافی هستند کلاس تشکیل می شود there are few students in the class تعداد خیلی خیلی کمی دانش آموز سر کلاس هستند there are not enough people to hold the class برای تشکیل کلاس کافی نمی باشند کلاس تشکیل نمی شود دقت کنید دوستان a few و a few قبل از اسامی جمع قابل شمارش استفاده میشن فقط few مفهوم مثبت رو میرسونه یعنی تعداد کم در حدی که کافی باشه ولی فیو جمله منفی میشه یعنی تعداد خیلی خیلی کم در حدی که کافی نیست و در حد صفر هستش کاربرد little و little بعد از هر دوی اینها از اسم غیر قابل شمارش استفاده می کنیم در جملاتی که در آن از a استفاده می شود مفهوم مثبت رو میرسونه به معنای مقدار کم در حدی که کافی هست و برعکس در جملاتی که در آنها قبل اسم از لیدل استفاده بشه جمله منفی میشه به معنی مقدار خیلی خیلی کم در حدی که کافی نیست و در حد صفر هست My parents are going to visit us tonight والدینم امشب میخواهند از ما دیدن کنند We have a little fruit in the fridge در یخچال یه مقداری میوه داریم میوه fruit کمه اما به اندازه کافی هستش My parents are going to visit us tonight والدین هم امشب میخواهند از ما دیدن کنند We have little fruit in the fridge در یخچال مقدار خیلی خیلی کمی میوه داریم میوه خیلی کمه به اندازه کافی نیست نتیجه گیری خیلی مهم در جمله ای که در آن از فیو و یا little استفاده شده باشه مفهوم اون منفیه و نشون میده که تعداد یا مقدار اون اسم بیش از حد کم هست پس جمله منفی میشه اعداد نامبرز همانطور که در بخش قبل اشاره کردیم اعداد هم جزی از معرف های اسم محسوب می شوند ما می قبل از اسم های قابل شمارش از اعداد برای مشخص کردن تعداد آن اسم استفاده کنیم نکته ای که اینجا وجود دارد این است که به غیر از عدد یک بعد از سایر اعداد باید اسم جمع قابل شمارش به کار برده شود اعداد هم به عنوان تعیین کننده های قبل از اسم کار می روند زمانی که اعداد دارای دهگان و یکان باشند و به صورت حروفی نوشته بشوند و به صورت حروفی نوشته بشوند چه قبل از اسم و یا بدون اسم بیایند باید بین دهگان و یکان یک خط تیره قرار داده بشود اینو دقت کنید دوستان خیلی مهمه خط تیره این موضوع فقط در مورد اعدادی هست که دهگان و یکان دارند و شامل اعداد بزرگتر نمی شود پس باید اعداد 21 تا 99 که قبل از اسم برای تد... تعیین تعداد آن اسم قابل شمارش به کار میروند خط تیره بین دهگان و یکان و یکان آنها قرار داده شود 83 horses 83 اسب 47 books 47 تا کتاب 25 languages 25 زبان نکته مهم یک اما اعداد صفر هزار میلیون و بالاتر اگر به صورت خروفی نوشته شوند گذاشتن خط تیره ما آنها لازم نیست و همیشه به صورت مفرد نوشته می شوند و حالت جمع ندارند. 300 horses 300 اسب 1 میلیون بوکس یک میلیون کتاب نکته مهم دو ما بین عدد و اسم هرگز حرف اضافه ای نمی آید 1 میلیون بوکس ببینید این عدد این اسم مابین عدد و اسم هرگز حرف اضافه نباید به کار ببریم یک میلیون کتاب نکته مهم سه برای اشاره به مفاهیم کلی مثل صدها، hundreds of students هزاران thousands of books میلیون ها millions of birds و غیره می توان عدد را جمع بست دقت کنید عدد رو جمع بسته و قبل از آن اسم از حرف اضافه of استفاده کرد قبل از اسم ها حرف اضافه of او اومده قبل از اسم ها حرف اضافه آب اومده نکته مهم چهار اگر هر عددی بالاتر از 100 تا بینهایت دارای عددی باشد که دهگان و یکان دارد دهگان و یکان دارد فقط ما بین عدد دهگان و یکان خط تیره گذاشته می شود 235 بکس 235 کتاب 1068 و 1068 کتاب ببینید فقط بین دهگان و یکان خط تیره نوشتیم یادآوری مهم همانطور طور که دانید در انگلیسی صفت میتواند قبل از اسم قرار بگیرد در اسمایی که قابل شمارش باشند و قبل از آنها صفت آمده باشد میتوانیم برای شمردنشان قبل از آنها از اعداد استفاده کنیم صفت ما بین عدد و اسم می آید ببینید صفت ما بین عدد و اسم اومده اگر اسم مفرد باشد می توانیم از ترکیب زیر استفاده کنیم one I bought one interesting book من یک کتاب جالب خریدم one به علاوه interesting صفت به علاوه book اسم مفرد قابل شمارش هست و اگر اسم قابل شمارش جمع باشد باید از ترکیب زیر استفاده کنیم two three جای خالی به علاوه صفت به علاوه اسم جمع قابل شمارش I bought من خریدم two interesting books دو کتاب جالب کاربرد how many زمانی از how many در جمله برای سوالی کردن استفاده می کنیم که بخواهیم از تعداد اسم قابل شمارش جمع در جمله با خبر شویم پس باید حواسمان باشد که بعد از هاومنی فقط اسم قابل شمارش جمع مورد استفاده قرار می گیرد و ما نمی توانیم از اسم مفرد قابل شمارش استفاده کنیم برای سوالی کردن از هرکی به زیر استفاده می کنیم how many به علاوه اسم قابل شمارش جمع به علاوه ساختار سوالی جمله How many children do you have? How many children do you have? شما چه تعداد بچه دارید؟ How many children چه تعداد بچه do you have? شما دارید؟ کاربرد how, how much زمانی که بخواهیم از مقدار اسم غیر قابل شمارش در جمله مطلع شویم برای سوالی کردن جمله از how much استفاده می کنیم پس به این نکته توجه کنید که بعد از how much از اسم غیر قابل شمارش استفاده می کنیم برای سوالی کردن از ترکیب زیر استفاده می شود how much به علاوه یه money اسم غیر قابل شمارش هست do you need ساختار سوالی جمله how much money do you need چه مقدار پول لازم دارید یادگیری نکات زیر در حل تست های این مبحث می خیلی یاری رسان باشند. One of به معنی یکی از one یکی of one of یکی از قبل از اسم جمع قابل شمارش می باید. اما فعل همراه آن همواره به صورت مفرد خواهد آمد. بعد از آن هم چنان چنانچه صفتی بیاید آن صفت صفت عالی یا برترین خواهد بود. One of my best students has a lot of story books. یکی از بهترین دانش آموزانم کتاب های داستان خیلی زیادی دارد دقت کنید دوستان my best صفت عالی هست وان of اومده students اسم جمع مفرد فعل مفرد both به معنی هر دو قبل از اسمی جمع قابل شمارش میاد و فعل همراه آن به صورت جمع می باشد I have two brothers دو تا برادر دارم both of my brothers هر دو برادرانم are doctors هر دو برادرم دکتر هستند آر فعل جمع هست اینجا چون اسم جمع داریم ایچ و ایوری به معنی هر می باشند و هر دو قبل از اسم مفرد قابل شمارش می آیند و فعل همراه آنها همواره به صورت مفرد خواهد بود There are a lot of cars on the street but every car has a, has a different color میگه تعداد زیادی اتومبیل در خیابان وجود دارند اما هر ماشینی یه رنگ متفاوتی داره کار every کار اسم مفرد است has فعل مفرد any به معنی هیچ هیچی در جملات منفی و سوالی به کار برده می شود قبل از هر نوع اسمی می آید are there any cars in the street no there aren't any cars نکته خیلی مهم any به معنی هر در جملات مثبت قبل از اسمی مفرد قابل شمارش می آید. It is necessary for any member of the club to be on time. Any اومده member اسم مفرد of the club to be on time club یعنی باشگاه. نکته مهم و کنکوری only به معنی فقط قبل از a little و a few استفاده می شود. The village was very small. دهکده یا روستا خیلی شلوغ، خیلی کوچک بود. there were only a few houses houses اسم جمع قابل شمارش a few اومده قبلش why don't you hurry چرا عجله نمی کنی we have only a little time ما زمان خیلی کمی داریم a little time اسم غیر قابل شمارش هست time نکته مهم منحصرن زبان ممکن است که اسامی غیر قابل شمارش در معنی دیگری به کار رفته باشند که در این صورت قابل شمارش محسوب می شوند و می توانند جمع بسته شوند پس این اسامی دارای دو معنی متفاوت هستند و چنانچه در یک تست با آنها مواجه شدیم ابتدا باید تعیین کنیم که در آن جمله در نقش غیر قابل شمارش خود به کار رفتند و یا قابل شمارش ببینید دوستان یه سری اسامی هستند قابل شمارش و غیر قابل شمارششون معنیشون فرق میکنه مهمترین اسامی که هم می توانند قابل شمارش باشند و هم غیر قابل شمارش عبارتند از work اثر هنری کار اگه قابل شمارش باشه به معنی اثر هنری است تایم دفعه بار و وقت زمان وقتی که غیر قابل شمارشه روم اتاق فضا لایت چراغ نور هر تار مو مو پیپر روزنامه کاغذ آیرن اتو آهن وود چوب جنگل فود غذا خوراک پلی نمایشنامه بازی چکن جوجه پرنده گوشت مرغ گلاس لیوان شیشه وادر جویبار جوی آب اکسپیرینس حادثه رویداد تجربه به پایان این ویدیو رسیدیم هر جا هستید زندگیتون پر از آرامش باشه یادتون باشه شما به چیزی تبدیل میشید که بیشتر اوقات بهش فکر میکنید و تا موفقیت فقط و فقط یک تصمیم فاصله است بهترین رو براتون آرزو میکنم خدا نگهدارتون ارادتمند و دوستدار همیشگی شما ابوزر حسنونده اموزاده Have a nice time and be glad